درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز. موشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و اول ماه جون. بله، در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هست. چند تا عکس فرستادن از شلاق خوردن بچه های قزوین که گویا برای فارغ التحصیلی جشنی گرفتند و اینها. امیر میگوید که این عکس‌ها رو هیچ کس جز ضد اطلاعات نمیتونه بگه، برای ترساندن مردم هست و دلیلشون خوبه فکر میکنه. بنابراین عکس‌ها رو نشان نخواهیم داد. دوست گرامی آقای آل احمد زحمت کشیدن عکس‌ها رو فرستادن. به هر صورت این اتفاق افتاده. یکی هم این که کارگران معدن طلای آقدره در آذربایجان غربی 17 کارگر رو که حقوقشون رو میخواستن حبس و شلاق و جریمه و اینا محکوم کردن، بعد مرحمت فرمودن از حبس در گذاشتن، اما شلاق و جریمه رو بله به کار رو. خدمت شما عرض میکنم این جمهوری اسلامی این رو باید گفت که دولت دیکتاتوری فاشیستی موقت اسلامی. این دولت موقت است. موقت به اون دلیل که خود به خود اطمینان ندارد و این کارهایی که میکنن، شلاقی که میزنن، در ملأ عام اعدام میکنن، همه این جنایاتی که انجام میدن از ترسی است که از مردم دارن و خودشان حس موقت بودن میکنن و موقتن اینها در پیشگاه تاریخ. شما نگاه کنید دادگاه انقلاب. آقا دادگاه انقلاب در کشورهایی که انقلاب روی میدهد و نهادهای قضایی موقتن از کار میفتن، بین نمیدونم چند دقیقه تا چند روز شاید این دادگاه انقلاب برقرار میشود. بعد که دیگه دادگستری به کار مشغول شد، دادگاه حسن به جرائم رسیدگی بکنه. دادگاه انقلاب سیونه چند سال هست که این دادگاه انقلاب. آقای دادگاه انقلاب تا کی انقلاب قرار است؟ تا کی انقلاب پیداست که عرض کنم به کرسی ننشسته. و اینها میدانند که جمهور مردم ایران بیزار هستن از اینها. این هست که تکیه کردن به چماق، یه روز دارن میکشن. دوست میدارم من این نالیدن جانسوز را تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روزی. و ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستم کارون تا خود چه رسد خزلان. بله، عرض کنم که اجازه بدید که ما یک داستان کوتاه از سعدی بخوانیم. بچه های ایران بایستی نگاه کنن و خدمتگزاران حقیقی خود رو بشناسن. اون کسانی که در راه اعتلاء این کشور و برقراری قانون و عدالت به جان کوشیدن رو بشناسن، به خصوص که این رژیم منحوس روزمره سعی در اون دارد که چهره های درخشان تاریخ این ملت رو از خاطره ها محو کنند. امروز از کسروی کبیر، یکی از بزرگترین در واقع قضاتی بوده که دادگستری ایران هرگز دیده، خواهم خواند نبرد با ملایان. اما ابتدا داستانی از گلستان خدمتتون میخوانم. این در واقع به خواست دوست عزیزی. اجازه بدید که من یک کم این داستان رو روبرا کنم. باری خب، این در تأثیر تربیت است. بله، میگوید سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر. جوانی بدرقه همراه من شد،
سپرباد چرخنداز سلحشور بیش زور که 10 مرد توانا کمان او زه کردندی. حرامیان یعنی دزدان. این که میگوید که 10 مرد توانا کمان او زه کردندی، این یک معیار پهلوانی بود، چون کمان رو میدونید که یک قوس داره و در واقع پتانسیل پرتاب تیر از این قوس میاد. وقتی که زه کشیده میشه کمان خم میشه و ناگهان که رها میشه دو گوشه کمان میخواد مستقیم بشه، تیر رو پرتاب میکنه. بنابراین در حالت غیر جنگی زه کمان رو باز میکردن که کمان خراب نشه و هر مردی متناسب با زور بازوی خود کمان رو انتخاب میکرد. امروز هم همینطور است. کمان خیلی خیلی رایج است. در همین آمریکا میگن 30 پاوندی، 40 پاوندی، 70 پاوندی، یعنی 70 پاوند نیرو لازمه که این زه رو بکشن. و در روزگار قدیم اگر پهلوانی زور آزمایی بود میامد و میگفت اگر میتوانی کمان مرا زه کن. اینجا میگوید 10 مرد توانا بله کمان او زه کردندی و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی. ولیکن چنان که دانی متنعم بود و سایه پرورده. یکی بود مثل این فیروزآبادی، مفت خورده بود، یه عمری خوابیده بود، اما ادعای زیاد داشت. بله نه جهان دیده و سفر کرده، رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده. نیفتاده بر دست دشمن اسیر، به گردش نباریده باران تیر. اتفاقا من و این جوان هر دو در پی هم دوان، هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوت بازو یفکندی و هر درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه برکندی و تفاخر کنان گفتی پیر کو تا کتف و بازوی گردان بیند، شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بیند. لاف میزد مثل جمهوری اسلام. کتف اینجا به ضرورت وزن، کتف رو ما کتف میخوانیم که وزن شعر خراب نشود. ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و قصد قتال ما کردند. هندیا معمولا مردمان کوچک اندام و ضعیف و نحیفی بودن، هنوز هم همینطور هستند. به همین دلیل سعدی آورد، یعنی دو تا آدم بی جسم و جون از پشت سنگ در اومدن، در حالی که این آقا در راه دیوارها رو خراب میکرد و درخت های کهن رو از ریشه میکشید و لاف میزد و گزاف میگفت، ما رسیم سر گردنه و دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و قصد قتال ما کردند. قتال در واقع یعنی جنگ، روی هم قتال. بله به دست یکی چوبی و در بغل اون دیگر کلوخ کوبی. اصله درستی هم نداشتم. یکی چه چوب چوب دستش بودی که چوب، یکی هم یک کلوخ کوب دستش بود. جوان را گفتم چه پایی رئیس دادی، بیار اون چه داری ز مردی و زود، که دشمن به پای خود آمد به گود. تیر و کمون را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان، نه هر که موش کافت به تیر جوشن خای، به روز حمله جنگاوران بدارد پای. چاره جز آن ندیدیم که رخت و سلاح و جامه ها رها کردیم و جان به سلامت بردیم. هیچی دو تنه بودن لختشون کردن، لباساشون در بردن، همه چی داره و جان خب به سلامت بردیم. پهلوانمونم پهلوان پنبه بود. به کارهای گران مرد کار دیده فرست، که شیر شرزه در آورد به زیر خم کمان. جوان اگر چه قوی یال و پیلتن باشد، به جنگ دشمنش از هو بگسلد پیران. نبرد پیش مساف آزموده معلوم است، چنان که مسئله شهر پیش دانشمند. گلستان شیخ اشعر سعدی. بله این زیباترین نثر فارسی است. بله خب وقتی مشروطه شد عرض می شود که این آخونده هم با
افتاده بودن جلو و گمان میکردن که مشروطه سهمی برای اینها خواهد داشت و به درستی نمیدانستن مشروطه به چه معنی است. وقتی که مشروطه پیروز شد، البته ملت ایران قانون شهر نمیخواست، آخون نمیخواست، همونطور که خدمتتون عرض کردم و بارها بایستی بگویم، بیقرار ایستاده بودن و هر ساعت یک تلگراف به نویسندگان قانون اساسی که نکند قانون آخوندی و اسلامی و اینها بیاورید، این قوانین بیابانی و عقب افتاده رو ما چند قرن تجربه کرده ایم، ما جستجوگر قوانین عرفی و مدرن هستیم. و اینها هم جواب میدادن نگران نباشید چنین اتفاقی نخواهد افتاد و قانون شرع وارد چیز نشد، یک تعارفی فقط یک جا شد. باری وقتی که شروع شد نهادهای مشروطه به کار، اینا بعدن گفتن آقا پس چی شد؟ آخوندها گفتن چه قرار بود بشه؟ گفت اینطوری که نگاه میکنیم مثلی که ما باید بریم منزل بنشینیم. گفتن آقا فکر کردید مشروطه چه چیزی است؟ گفتن ما فکر کردیم مشروطه ما هم هستیم، قانون شهر و اینا. گفتن آقا از این خبرها نیست. خب مهمترین چیزی که در دست اینها بود قضاوت و داوری بود، در واقع عدلیه و همین قوانین عقب افتاده بدبخت بیابانی. چه میشه روزگار ناگهان قانون جدید آمد، قضات درست حسابی، و یکی از این قضات که حتما شریفترین قضات تاریخ دادگستری ایران هست، سید احمد کسروی، علامه سید احمد کسروی است، و او در واقع مشغول شد به پاکسازی دادگستری از وجود آخوند. و آخونده البته با او دشمن بودن و سرانجام هم او رو کشتن. عرض می کنم که اینجا در کتاب مرحوم کسروی به نام زندگانی من در واقع یک بخش هست، بخش چهاردهم، زیر عنوان نبردهایی که با ملایان رفت. من برای شما میخوانم ببینید ملایان که بودن و چه میخواستن و رفتار کسروی چگونه بوده با این ملایان. داستان خیلی 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 جالب است. این مربوط است به روزگاری که مرحوم کسروی در زنجان بوده. میگوید بهار زنجان با خوشی میگذشت. با آقای زاهد الزمان و سید جعفر که دو عضو دادگاه می بودند، بسیار روزها از دادگاه بیرون آمده به تماشای باغهای زنجان که هنگام بهار بسیار دلکش می گردد می رفتیم. این دو تن رفتار بسیار پاک دلانه با من داشتند. در آغاز تابستان داستانی پیش آمد و ما را با ملایان به نبردهایی کشانی. چگونگی این بود که در اون سال در عراق عرب جنبشی از ملایان شیعه به زیان این دولت انگلیس رخ داده بود و انگلیسیان جنبش را خوابانیده و گروهی از ملایان را از عراق بیرون گردانیده بودند که دسته از آنان به ایران آمدن. علیه انگلیس ملای شیعه آره کرده بودند، انگلیس هم شورش را خوابانده بودند، ملا را فرستادن این طرف. آخوندهای شیعه این پیش آمد دستاویزی شد که ملایان در همه جا پیش افتادند و بازارها بسته گردید و مردم در مسجدها انبوه شدند، به بدگویی از انگلیس پرداختند و تلگرافها به تهران و دیگر جاها فرستادند. در زنجان نیز همون کار را کردند، ولی در اینجا ملایان همون که در مسجد فراهم نشستند و میدان یافتند، انگلیس را فراموش گردانیده به عدلیه پرداختند، به این معنی که خواستند دست عدلیه را برتابند و خودشان چیرگی از سر گیرند. خدا رحمت کند استاد کسروی اگر امروز می بود چیرگی این کفتارها رو امروز باسی می دید. شلاق می زنن. آقا اولاغ را نمیشه شلاق زن. ریش پرخون حبیب ابن مظاهر
اگر در کشورهای مترقی در میان خیابان یک کسی به خر شلاق بزند، دستگیریش حتمی است. اینها همه از ترس مردم و به منظور ترسانیدن مردم است. انستو به رو حضرت خطیب مرتبت هم کارشون رو با قتال آغاز کردن و جدال، نه با تعلیمات روحانی. 33 نبرد شخصا حضور داشتن، داستان هایی که پشت آدم می لرزه، کشتن هایی که پشت آدم می لرزه. مثلا یک پیرزن فرتوت رو به شتر بستن و اون رو تیکه تیکه کردن، از نیورپارها. خب همون روز مجدود اسلام، بعد پرانتز باز کردی کسری، آقای مجد زیایی که اکنون در تهران است، پیامی به من فرستاد بود که گفتگوی می دارم که باید شما رو ببینم. بسیار پاسو فرستادم که من خودم آمده در خانه تان شما رو خواهم دید. نمیخواد بیاد شما، من میام خدمت شما. هنگام عصر رفتم، چون نشستن دیدم نوشته هایی را جلو من گذاشت. حالا به چه دلیل مرحوم کسروی گذاشت رو به زه نوشته؟ خب این زبانی بود که ایشون اختراع کرده بود و این زبان سخن میگفت و می نوشت. چون برداشتم و خواندم دیدم اجازه اجتهاد است که به برادر او حاجی میرزا ابو عبدالله داده شده. پرسیدم اینها برای چیست؟ گفت برای آن است که شما بدانید آقای حاجی میرزا ابو عبدالله مجتهد است. گفتم من او را مردی دانشمند می شناسم و نیاز به اینها نیست. گفت مقصودی دارم. را خونده می. به تصدیق این اجازه نامه ها آقای حاجی میرزا ابو عبدالله مجتهد است. پارسال دعوایی بود بر سر یک خانه، جد خانم نامی مدعی و ابراهیم خان دوافروش مدعی علیه بود. آقای حاجی میرزا ابو عبدالله حکم به حقانیت جد خانم دادن ولی عدلیه اون را اجرا نکرد. یعنی در واقع آخوندا یک حکم دادن که مخالف بود با قوانین مدنی حاکم بر اون زمان. عدلیه که همون دادگستری باشد حکم اینا رو انداخت دور. این آقا حکم داده بود به نفع اون خانم و در واقع اون آقا رو محکوم کرده بود. عدلیه حکم آخوندا رو به رسمیت نشناخت ولی عدلیه اون رو اجرا نکرد. امروز که آقایان علما متفقاً در مسجد اجتماع داشتن، قرار شد که از این پس در اجرای شریعت تسامح نکنند و احکام شرع را خودشان به موقع اجرا گذارند. این بود برای تیمن و تبرک همان حکم آقای حاجی میرزا عبدالله را به موقع اجرا نهادند. یعنی آخوندان برگشتن گفتن دادگستری بی خود کرده، حکم ماست. آمدن و منزل آقا رو دادن به اون خانم. من از این داستان ایشان یکی خوردم و پرسیدم چگونه به موقع اجرا گذاشتن. گفت یک دسته از طلاب و سادات را مأمور کردند که رفتن و ابراهیم را از خانهش بیرون کردند و جد خانم را در اونجا نشاندن. قرار شد تا چند روز طلاب و سادات مستحفظ باشند که ابراهیم دوباره متعرض نشود. من که به شما زحمت دادم مقصودم این بود که از قضیه مطلع باشی. آخوندا خودسر رفتن آقا رو از منزلش بیچاره بیرون کردن، این خانومه رو بردن اونجا و پر طلبه کردن که کسی نهد مزاحم بشه و این آقا ابراهیم دوباره تعرضی نکنه. بسیار خوب. حالا کسروی هم اونجا رئیس دوستریه،
شوخی نداشت کس کرد. در یک مورد از دربار خلعیت کرد در سر زمین های کرج، انداختشون بیرون، زمین ها رو برگردن به کشاورز، مثل قاضی های امروز، مثل قاضی مرتضوی. چند نفر رو کشته، 60 دلار جریمه شد. ما هم تماشاچی هست. عدالت اسلامی. من از این داستان ایشان، بله ببخشید، گفتم داستان شگفتی است. اگر آقایان علما اجرای شریعت خواهند کرد، پس عدلیه چه میخواهد؟ دادگستری چه کاره است اگر شما کار رو داری انجام میدید؟ اگر من در برابر چنین کاری خاموش بایستم، باید یک بار عدلیه را برچید، خود نیز راه تهران در پیش گیرم. این را بدانید که خاموش نخواهم ایستاد، ولی پرداختن به این کار در گام نخست با مدعی عموم است که اگر او کاری نتوانست، من باید بپردازم. این است، شما فرصت می‌دارید که فردا بفرستید و ابراهیم خان را بیاورید و کار را به اصلاح به پایان رسانید، وگرنه بیگمان ما خانه را باز خواهیم گردانید و کار را به اصلاح ببخشید گردانید. گفت آقا اختیار دارید، عموم علما اتحاد کردند و تمام شهر در حال هیجان است که هر امری داده شود اجرا میکنند. حالا آخون داره میترسونه کسوی، گفته من به داستان میگم اقدام کنه، این خانم رو بیرون کنه، منزل به صاحبش برگردونه و اگر ایشون نرفت کاری نکرد، من شخصا اقدام خواهم. جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید. با درود مجدد بر شما هموطنان گرامی، برخورد سید احمد کسروی رو با آخوندها سر ماجرای عدلیه در زنجان میخوانم که نمونه باشد برای شما. ببینید که هرس و ولعی که آخوندها برای قدرت دارن چه ریشه‌ای دارد. حتی زمانی هم که قانون آمده بود، اینها میخواستن به هر وسیله که هست خود رو در واقع عدلیه مدرن رو که دادگستری باشد کنار بزن. داستان خیلی جالب است. خب میگوید که تهدید کرد، گفت شرط در هیجان هستن، اگر شما کاری بکنید آقایان دستور میدن. من دیگر پاسخی نداده برخواستم. چون به عدلیه رسیدم، مدعی العموم آمد به نزد من و گفت میدانی چه شده؟ گفتم چه شده؟ گفت ابراهیم دعافروش آمده میگوید امروز نزدیک ظهر یک دسته طلبه و سید ریختن به خانه ما و همه را بیرون کردن و هرچی داشتین بیرون ریختن و اکنون خانه در دست ایشان است و میگویند حکم علماست. گفتم تو که در پشت سر ملاها نماز میخواندی، برو با خودشان گفتگو کن. گفت شما بدیهای مرا به رویم نکشید، پشیمانی خودم برای من بس است. یعنی غلط کردم آقا، نماز خوندم پشت سر آخوند، ببخشید. خیلی از روشن فکران و قلم به دستان امروز همین را میگویند، همونه که دنبال آخوند افتادن در جریان انقلاب. این بیسوادی محض روشن فکری ایران رو نشان میده. ماهیت آخوند رو نشناخته بود ولی روشن فکر بود. مثلا برای خود من خشی گفت برای من بس است، من دیگر اون تقی نیستم. گفتم شما به شهربانی و حکومت بنویسید که خانه را بازگردانند، اگر اونها کاری نکردن ما خودمان توانیم کاری کرد. دستوی شجاع میگوید اینجا. برخواست و رفت. فردا پس از ظهر باز آمد و نامه حکومت را نشان داد که نوشته بود چون حکم علمای اعلام کسر الله امثالهم بوده، اقدامی اقتضا نداره. به این حکومت
همین کارا رو کردن. حکومت ها در باب آخوندها آدم میکشتن، مردم اینجوری که تو خیابان آزادش کرد. وسط روز روشن رفتن در دادگستری، در اتاق بازپرس، مرد بزرگی مثل کسروی و منچه او رو کشتن. الله اکبر الله اکبر گویان بیرون آمد، میگه که دیگه چیزی اقتضا نداره، یعنی همه حکم علماست. آقا رو بیرون کردم، منظرش رو گرفتم، گفتم بسیار نیک، شما بفرستید ابراهیم بیاید تا من بگویم. فرستاد و ابراهیم آمد. ابراهیم همین مال باخته است که منظرش رو گرفتم. گفتم شما بروید و عرض حال تصرف عدوانی دهید. تصرف عدوانی یعنی که بیاد منظری کسی رو، زمینی کسی رو به زور بگیرد. گفت آقا 3 ماه می کشد، ما اکنون در کوچه مانده ایم. گفتم ما فردا ظهر نشده خانه را به دست شما خواهیم داد. شیخ مرتضی نام گیلانی نیکی می بود که اکنون هم در عدلیه است. فرستادیم او آمد. گفتم عرض حال این آقا را شفاهی بپذیر و بیدرنگ قرار تحقیق محلی صادر کن. فردا پیش از کارهای دیگر به محل دفتر تحقیق کن و باید چنان باشد که حکم شما 1 ساعت پیش از ظهر به اداره اجرا رسد و من آگاه باشم. این روشنی را رفت و فردا در همون ساعت حکم اجرا رسید. عدلیه 10 تن مأمور و پیش خدمت می داشت. تمام استف به قول معروف ابواب جنایی کسروی 10 نفر بوده، با پیش خدمت همه 10 نفر بود. همه را به اتاق خواندم و دستور دادم که دوتا دوتا پی هم بروند به خانه ابراهیم دوافروش. اونها که نخست رسیدن به اون طلبه ها و سید ها بگویند که باید بیرون روید. اگر نرفتن بیستن تا دیگران برسند و اونگاه با مشت و سیلی همه را بیرون کنند و خانه را به دست ابراهیم دوافروش بسپارند و من خودم هم از پشت سر میرسم. شیر کس روید. بزرگان مملکت ما از آخوندان ترسیدن در روزگار قدرت. زنگ میزنن به آقای خودساری که آقا ما عید داریم امسال یا نداریم. میگفت که مگر نمیدانید عاشوراست. میگفتن آقا عاشورا 10 روز قبل از عید تمام میشه. تهدید میکرد بزرگترین مقامات مملکت لرزان میشدن از یک آخوند دوزاری به قول عوام میبستن و میرفت. تمام مراسم و مناسک ملی که بایستی در زمان نوروز انجام میشد رو تهدید میکردن از ترس یک آخوند. اسنادش هست، برید بخوانید. گفت با مشت و اردنگ و سیلی بزنید این آخوندها رو و سیدهای گلا رو به نظیر از اونجا بکنید. یه بار دیگه میخونم چون دل شما هم میدونم که خنک میشه، یا من که دل من خنک میشه هر موقع میخونم. همه را به اتاق خواندم و دستور دادم که دوتا دوتا پی هم بروند به خانه ابراهیم دوافروش. اونها که نخست رسیدن به اون طلبه ها و سیدها بگویند که باید بیرون روند. اگر نرفتن بایستند تا دیگران برسند. و اونگاه با مشت و سیلی همه را بیرون کنند و خانه را به دست ابراهیم دوافروش بسپارند. من خود از پشت میرسم. اونها رفتند و پس از کمی من نیز روانه گردیدم. ولی در میان راه آگاهی رسید که چون کار به مشت و سیلی رسیده طلبه ها و سیدها همه گریختن. ترسوتر از آخوند در دنیا نیست. اینو نبینید که اینها با این تبختر و با این کبر و اینها را میرن در خیابان و دوتا با سر آنخن دنبالشون. کار که سخت بشود اولین کسانی که فرار بکنن آخوندها هستن و اعوان انصارشون.
آقا سوار میشه، 3-4 تا لامپ هم روشن میکنن که نورش بتاب به صورتش، بگن این نور الهیست و چهره آقا. و همه گریختن و خانه تهی گردیده به دست ابراهیم دوافروش داده شد. این را که شنیدم بازگشته به خانه رفته. چندی نگذشت که آگاهی آوردند که ملایی را سوار اسب گردانیدند و او در سبز میدان و بازارها که نیمه باز شده بود میگردد و فریاد میزند یا صاحب زمان، ده دین از دست رفت، به مردم بگویید بیایند به مسجد، با این ادویه باید جهاد کرد. در همان هنگام آگاهی نیز از بازار رسید که بازاریان پروایی ننمودند و جز کسانی که به مسجد نرفتند. کسی که آقا پشیزی عرض کنند که اهمیت قائل نشد به فرمان جهاد آخوندها، همه چیز سر جاشونه، یه عده معدود رفتن به مسجد. فردای اون روز ملایان اندیشه دیگری کرده بودند، یه نقشه دیگه کشیده بودند. پس از ظهر در خانه نشسته بودم، دیدم رئیس کابینه حکومت آمد. حکمران این زمان مجد السلطنه می بود و چون نشست گفت آقایان علما نامه‌ای به حکومت نوشتند، آقای حکمران فرموده به آقای رئیس ادویه نشان بده و از من سلام برسان که موقع باریک است، باید با علمای اعلام مماشات کرد وگرنه محضور پیش می آید. آقا ترسیده حاکم، باید بده علمای اعلام. من می دانستم که مجلس سلطنه هواداری بسیار از ملایان می دارد. نامه را گرفتم و دیدم ملایان به حکمران چنین می نویسند: این آقای رئیس ادویه با علما و شریعت عداوت مخصوص دارد و همیشه در صدد معارضه و توهین است. این آقای رئیس به اوامر وزارت ادویه نیز مطابقت نمی کند. دلیل این مطلب آن است که از وزارت عدلیه ابلاغ شده بود که در صورت عدم ترازی طرفین دعاوی به محضر شهر فرستاده شود و این دستور تا قبل از این آقای رئیس اجرا می شد ولی ایشان لدل ورود جلوگیری کردن. یعنی اگر مسئله می شد که حل نمی شد می دادن به آخونده. دیگه این رئیس که اومده هیچ پرونده به دست آخوند نمی ده، هیچ کاری رو ارجاع نمی کند به آخوند، یعنی کسروی. در پایان نوشته بودند با این رفتار رئیس عدلیه هیئت علمیه خود را مکلف می داند که این عدلیه را قانونی نشناسند. نامه را خواندم و پس داده گفتم با آقای حکمران سلام برسانید، ما با علما مماشاتی را که قانون اجازه دهد مزایقه نخواهیم داشت. در موضوع این نامه نیز رونویس اون را با نامه به ما بفرستد تا پاسخ نویسیم. برخواست و رفت و پس از کمی اون نامه را با رونویس آورد. پس پاسخ آماده گردانیده به عدلیه رفتم، با مدعی العموم و دیگران نشستم و اون نامه را برایشان خواندم. اون روزگار به دادستان گفتن مدعی العموم. خواستن درباره پاسخ به سخن پرداختن. گفتم من چیزی آماده گردانیدم و میخوانم، اگر نپسندید اونگاه گفتگو کنیم. پاسخ را چنین نوشته بود: حالا روانشناسی تصدوی رو ببینید، چه آخوندشناسی بوده. ببینید چی نوشته به آقایان آخوندها. نوشته است: نامه آقایان علما ملاحظه کردید، این جانب ادامتی با علما ندارم. بله، مسئله که به اجرای قانون گذاشتم مهم این معنی شده است، اما درباره ارجاع دعاوی به محاضر شهر چگونه معقول است که من ابلاغیه وزارت مطبوع خود را لغو کنم و مورد بازخواست نباشم؟ پس لابد موجبی داشته. به هر حال چون ترافق یا محکمه شرعی باید در محضر مجتهد جایز الفتوا باشد، اکنون که آقایان در مسجد اجتماع دارند درخواست می شود 2 نفر را از میان خودشان که دارای درجه اجتهاد و جامع شرایط فتوا باشند انتخاب و به عدلیه معرفی کنند که در موارد مقتضی دعاوی به نزد ایشان فرستاده شد. بابا شما دشمنی نداری، شما از بین خودتان 2 تا آخوند جامع شرایط بفرستید اینجا، ما پرونده می‌دیم خدمتشون. گفتم این پاسخ کره برود چون ملایان هیچ کدام دیگری را مجتهد نمی‌شناسند زبانشان بسته خواهد شد.
منتظری هم میگوید در خاطراتش که ما هرگز نتوانستیم 4 تا آخوند رو در یک اتاق جمع کنیم چون هیچ کس دیگری رو آدم حساب نمی‌کرد. اما حالا به خاطر کلاهای ایران منافع سرشار همه زبانشان بسته شده. خب گفتن این پاسخ را چون ملایان هیچ کدام دیگری را مشتهد نمی‌شناسند زبانشان بسته خواهد شد. نامه را فرستادیم و چنین هم شد. پاسخی نتوانسته بودند و تنها پیامی به حکمان فرستاده بودند که رئیس عدلیه خواسته القاء نفاق میان علما بکند. لیکن نبرد با این هم پایان نپذیرفت. فردا باز نقشه دیگری پیش آمد. در اتاق عدلیه نشسته بودم، دیدم 7 یا 8 تن با دستارهای سفید و سیاه و با گردنهای ستبر از در آمدن. ستبر یعنی کلوف، گردنهای ستبر یعنی گردنهای آخونده ماشاءالله کلوف بود اومدن بله. و سلام دادند و نشستند و یکی از ایشان که سیدی سرخ‌رو بود به سخن پرداخته چنین گفت: ما را حضرات علمای اعلام فرستادند، به شما سلام رسانیدند و فرمودند عرض کنیم که برادران غلام حسین خان و جمعی دیگر که به اتهام قتل یا اتهامات دیگر محبوس هستند، چون اتهام آنها به ثبوت شرعی نرسیده، حضرات علما خواهش کردند که همه‌شان را مستخلص فرمایید و اگر مستخلص نفرمایید، حضرات علما از فردا به تکلیف شرعی خود عمل خواهند کرد. او قاتلا که زندان بودن فوری آزادشون کنین، از فردا به تکلیف شرعیمون عمل میکنیم. حالا جوابی که از سبیر ببینیم. گفتم به آقایان علما سلام برسانید و از من بگویید این کسان دوسیه هاشان به دیوان جنایی رفته در تهران است. دوسیه به فرانسه یعنی پرونده اگه اشتباه نکنم، به مدت ها میگفتن دوسیه به جای پرونده، بعد پرونده هم. ما در اینجا اختیاری درباره اونها نداریم، اما این که گفتن از فردا به تکلیف شرعی عمل خواهند کرد، مگر آقایان از فردا به حد بلوغ خواهند رسید؟ آقایان از روزی که بالغ شده اند بایستی به تکلیف شرعی خود عمل کنند، لیکن در این باره ایشان را هیچ تکلیفی نیست. اگر مقصود آقایان ترسانیدن است بگویید آقایان چه کار توانید کرد؟ با آن رخت های شلوول و آن کفش های پوست خربوزه ای چه کاری از دستتان برمی آید؟ این را گفتم و روانهشان گردانیدم. همون روز داستان خنده آوری هم رخ داد. هنگام عصر من به خانه یکی از آشنایان می رفتم. دیدم سر کوچه فرشی گستردن و ملای روی آن نشسته و قرآنی در دست دارد. من گمان کردم قرآن خوان است. یک قرآن از جیبم در آورده به پیش خدمتی که همراه هم بود داده، گفتم به اون قرآن خان بده. گفت آقای رئیس قرآن خان نیست، محرر آقای نایب الصدر است. گفتم پس اینجا چرا نشسته؟ گفت مسئله جد خانم است دیگر. گفتم پس بزن به گردن این مرد. که پیش خدمت همون که خواست بزند، شیخت قرآن را انداخت و پا برهنه دوید و خود را رهانید. نشسته بود گفت قرآن میکن؟ گفت قرآنی آمده از طرف اونا و اینجا نشسته. گفت بزن به گردنش. گفت تا برد بزنه به گردن ستبرش، آخون قرآنش رو پرت کرد الفرار. من گفتم فرش و قرآن و کفش های او را بردارند و ببرند در خانه نایب الصدر برهند. داستان این می بود که چون ما خانه را به ابراهیم دعافروش بازگردانیدیم، ملایان چاره دیگری نیافته 3 نفر از سید و ملا را فرستاده بودند که در سر اون کوچه یه اون خانه فرش گسترند و قرآن خوانند و پیاپی نام عدیه را برده لعنت کنند. این را چند روز پیش می کردند و من هم شنیده بودم و به دینسان اون نیز از میون رفت. 10 روز بیشتر که بازارها نیمه بسته و دستگاه مسجد برپا می بود، ملایان دمی عدیه را فراموش نمی کردند و هر زمان نقشه دیگری پیش می آوردند. در واقع آقای خمینی و دار دستگان عرض کنم که آخوندهای عقده‌دار ناراحت طمعکار، اینها رو به نیکی میدانستن، به خوبی میدانستن که چگونه دست اینها رو آدم های مبارز از سرنوشت مردم کوتاه کرده بودن
و آمدند و باز قوانین بیابانگردان عرب رو تحویل بریدن دست و درآوردن چشم و دست و پا رو برعکس بریدن و شلاق زدن و با شتر معیارهای جنایی رو معلوم کردن و داستانهایی که میدانید رو در کشور ما حاکم کردن. وای بر ما، به خدا سوگند دردی از این بزرگتر در تاریخ برای ملت ایران نبوده. هموطن، این بزرگترین درد و رنجی است که به ملت ما وارد شده، از این بالاتر نیست، از این بالاتر نبوده. فساد و بی‌عدالتی و جنایت و ادبار به این درجه در هیچ روزگاری ما سراغ نداریم. شما ببینید دستاورد این حکومت 30 و چند ساله چه بوده برای مردم، جز بدبختی و بیچارگی و گرفتاری و ارتجاع. هرگز چنین نبوده. و میان مردم و این حکومت دریایی از خون و نفرت هست و محال است، محال میبینم من که این حکومت پا بگیرد. پا نگرفته هنوز. به دادگاه انقلابش نگاه کنید و به رفتار حاکمانش نگاه کنید. از جمع شدن 4 جوان در یک اتاق میترسن، شلاق میزنن و خودشان عکاسی میکنن و میفرستن که ما اینیم که میبینید، رحم نمیکنیم. این نشانگر ترس و بیمی است که اینا دارن و اعتمادی که به خودشان ندارن و سستی پایه‌های حکومتشون رو خودشون بیشتر از هر کسی مطلع هستن. با یک خیزش سرتاسری مردم در یک روز اینا ذوب خواهند شد. و من میخوام این رو خدمتتون عرض کنم و قبلنم گفتم اینها سهم آخوندهای آینده خودشان را خوردن. گمان نمی کنم که مردم ایران پس از این دوره دیگر باجی به آخوند بدهد. و یک بارم عرض کردم اگر شما مرد دینداری هستید، انسان دینداری هستید، دین رو هم باید از دست آخوند نجات داد. بزرگترین دشمنان دین هم همین ها بودن. الان کریهترین لغت در ایران گمان میکنم همین اسلام باشه. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم. بر رشاد از امیر گرامی سپاسگزارم، از همه شما بزرگواران که توجه فرمودید ممنونم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.